آقا از من خیلی هم میپرسن که چطوری میتونیم مثل شما دکه فلافلی را بندازیم. من تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چه کاری میتونید انجام بدید. آتایا نمیرم من دو برای امروز فقط سمبوسه و نخود احتیاجه و چیزای دیگه تو دکه هستش، ولی روزای دیگه مثلا وقتی نباشه و کاهو ببری، گوجه، خیارشور، سس چیزو باید پر کنیم، دبه ای و اینا و چیزای دیگه. الان هستش، اینا رو فقط میبرم. خدایی چیه؟ دو شوید همین تکه رو باز کنم. خوبی؟ چاکرتم. چه خبر؟ سلامتی؟ بابا اون رجالی کردی اصلا بدی؟ نه، این من یوتیوبرم. یوتیوب نگاه میکنی؟ برای اون گرفتم. شاکرتم. خیلی آمد. چیزی میل داری آماده کنم برای؟ اشکال ندارم. نه هنوز من زمان میبرم. گفتم اگه طولانیه گفت بگم. شاکرتم. صادق. ببینید، راه انداختن یه دکه مثل اینجا چند تا مرحله داره، ولی قبل از اون یه چیزی رو باید بهتون بگم. اگر میخواید یه همچین کاری راه بندازید، حالا مخصوصا دکه فست فود اگه میخواید راه بندازیم، به نظر من باید یه تجربه داشته باشین. یعنی بالاخره یه تجربه توی کار داشته باشین و هر چقدر نزدیک باشه به این مدل کسب و کار خیلی بهتر، خیلی بهتون کمک میکنه. ای بابا کیرم. خب به من الان زنگ زدن یکی از بچه ها فلافل میخواد، من اون فلافلشو بزنم. ببین، شما به نظر من باید یه تجربه تو این کار داشته باشی. من خودم تا حالا اصلا تو فست فودی که کار نکرده بودم هیچ، فلافل و اینا هم اصلا اونقدر وارد نبودم. محمد دوستم کار کرده بوده، ولی اونم تو بخش حالا آشپزخونهش نبود، بیشتر بخش حالا سالن و صندوق و این بخش رو کار کرده بود. بعد ما اومدیم فلافل بزنیم، اون اوایل مخصوصا خیلی سوتی میدادیم، خیلی اشتباه میکردیم و اصلا یه سری اگه یه سری تجربه داشتیم، مثلا اصلا دکه رو یه جور دیگه طراحی میکردیم، مثلا این سخن رو یه مدل دیگه میگرفتیم. یعنی سخن خیلی اذیت میکنه ما رو و همین نداشتن تجربه باعث شد که ما یک سری ضررهایی بدیم. حالا ضررهای ما کوچیک بود، اونقدر بزرگ نبود، ولی به نظر من اگر میخواین همچین کاری را بینید، حالا کافه است، چه میدونم فسفود سیاره یا هر چیز سوپرمارکت، حتی مثلا میخواید را بندازید یا هر چیز دیگه ای که مثلا دکه توره، حالا تو هر کسب و کاری که باشید یه چیزیه، دکه تورش یه خوردم سخت‌تره، چون دیگه شما جاتونم خیلی کوچیکه و باید بیشترین بهره برداری رو از جا بکنید. پس یا تجربه داشته باشید یا این که اون فضایی که میرید بهتون فرصت تجربه کردن رو بده. حالا ما شانسی که آوردیم اینجا فرصت تجربه کردن رو داشتیم. مثلا شما یهو برید یه جای خیلی شلوغ، یه همچین جایی رو مثلا یه همچین دکه فست فودی یا فلافلی هر چیزی را بندازید، از همون روز اول یه تعداد خیلی زیادی بیان سراغتون، شما هم تجربه نداشته باشید. اگه همچین چیزی پیش بیاد براتون، شما به درد سر میفتید. ندارم. چی؟ جان چی؟
علاقه ندارم والا. چیزی میخوری بزنم؟ فلافلی چیزی میخوای؟ پول میخواد میگه چیز نمیخواد. حالا فرصت تجربه کردن یعنی چی؟ ببینید ما اینجا اولش رو انداختیم، مثلا فلافل که زدیم، مشتریمون اونقدر زیاد نبود، هی کم 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 آروم آروم زیاد شد و هی همینطوری که مشتری یکی یکی زیاد میشد ما هم یاد میگرفتیم. شما فرض کن اگه از همون اول یه تعداد خیلی زیادی مشتری میومد برای ما، همشون فرار کرده بودن. چرا؟ چون بعضی وقتا فلافل میسوخت، بعضی وقتا نمیپخت، بعد یه موقعی کیفیتش کم بود، با اینکه ما خیلی تلاش میکردیم درست از آب در بیاد ولی پیش میومد تو کار. بس محیط به ما فرصت تجربه کردن رو داد. چرا؟ چطور؟ چون که ما آروم آروم روش کردیم و به نظر من این یکی از مزیت‌های ما بود اتفاقا، اینکه آروم آروم روش کردیم و فرصت تجربه کردن پیدا کردیم. پس اگر میخواید همچین کاری بکنید به این چیزاش فکر بکنید و بدونید که این هزینه‌ای که می‌کنید مثلا از لحاظ جا و اینا تجربه داشته بهتون خیلی کمک میکنه. حالا میریم سراغ راهکارهای، یعنی چجوری میتونیم حالا بگیریم دیگه، حالا تجربه دارید، هر چیز دارید، میخواید نمیخواید، بالاخره میخواید یه همچین کاری راه بندازید، چجوری میتونیم، از کجا اقدام بکنیم و چجوری پیش بریم جلو. ببین میتو تو بیا آب بیار. سلام. آب از آسد باشقال. نه آقا از این خیلی ممنون. وان تو تیری فور خوبی؟ قربانت آقا. آقا آفا آرایه برده ایره ایره یکیم موتور خاموشه لده. آره نه ما مثلا موتور رو شما میشه نه با آقا آقا بابا سیده موتور ای بیا. ها شما از دو تا طریق میتونید اقدام بکنید. از جایی که اقدام میکنید که همون شهرداریه، یعنی از جای دیگه شما نمیتونید اقدام بکنید، یعنی اون اداره که باید برید سراغش همون شهرداریه، ولی شهرداری به دو تا روش به شما میتونه دکه بده. یا دکه ها از قبل یه جاهای مشخصی وجود داره، بعد شما میری درخواست میدی، اینا رو میذارم برای مزایده. مزایده‌اش هم معمولا قراردادش هم 3 سال است، بعد از مثلا هر 3 سال میذارم مزایده. شما میری درخواست میدی، میگی من میخوام توی این مزایده شرکت بکنم، میری اونجا، بعد حالا اگه شرایطش وجود داشته باشه و شما قیمت بالا بدی، حالا اون هر مدل مزایده‌ای که هستش برنده بشی میدم بهت. یا اینکه اون دکا بازم از قبل یه جای گذاشتن ولی شخصیه، بری با اون، اگه شخصی باشه با اون شخص صحبت بکنی ببینیم قصد اجاره دادن داره نداره، یا اصلا قصد همکاری داره نداره، چجوریه، و بری با اون شخص صحبت بکنی. این یه مدل کاره. حالا یه مدل دیگه این هستش که شما میری یه جا مشخص میکنی، حس میکنی که همچین کاری اونجا راه بندازی جواب میده، میری درخواستتو میدی به شهرداری، میگه که یه همچین جایی وجود داره، اینم طرح توجیهی منه، این کار رو میخوام انجام بدم با این شرایط و میخوام مثلا، حالا شهرداری با مذاکره میکنیم با هم دیگه، با مسئولش یا حالا با خود شهردار، و حالا اگه قبول بکنم میگن اشکال نداره مثلا تحت این شرایط این فضا رو میدیم بهت. و اینجا بازی بازم یه چیز دیگه میخواست من بگم یادم وقتی لحظه آها ببینید این مدل دوم، یعنی مدل مذاکره کردن توی جایی که نیستش یا همچین فضایی، مثلا یه فست فودی، چه می‌دونم دکی، هر چیزی، توی شهرهای بزرگ با شهرهای کوچیک فرق میکنه. توی شهرهای بزرگ خیلی سخت‌تره، خیلی سخت‌تره، و چون که اصلا ترافیک میشه، بعد تو شهرهای بزرگ سخته دیگه، به هر حال شهر بزرگ، شلوغ میشه، ترافیک میشه و احتمال اینکه این کارو بتونید انجام بدین خیلی کمتره. ولی تو شهرهای کوچیک مثل شهر ما، چون همه همدیگر رو میشناسیم و یه جای کوچیک و جمع و جوریه، شما راحت‌تر میتونین کار انجام بدین. بالاخره با مسئولین و اینا میتونین صحبت بکنین، مذاکره بکنین، و احتمال اینکه توی شهر کوچیک شما بتونین این کار انجام بدین خیلی بیشتر از اینه که توی شهر بزرگ بخوای این کار انجام بدی. و این رو هم بهتر در نظر داشته باشی، اگه تو شهر بزرگ هستی مثلا زیاد دیگه میدونی، اینو در نظر داشته باش. یه نکته آخرم بهت بگم. ببین اگه
از دور نگاه میکنی مثلا فلانی فست فود سیار داره با ماشین روزی مثلا فلان قد داره میفروشه، اون یکی چه میدونم دکه سیار داره اینا. ببین این کار خیلی سختی هم هستش، یعنی اینجوری نیستش که آقا مثلا من برم و بزنم و به همین راحتی من کار را بندازم، نه سختی خاص خودش رو داره. شما مغازه بگیری کرکر رو میدی بالا، میری تو مغازه کارات انجام میدیم، شب هم میبندیم یه. ولی اینجا هی مثلا الان جای ما که کوچیکه، هی باید وسیله ببریم بیاریم، ببریم بیاریم، جا کوچیکه اصلا نمیشه تکون خورد و اصلا یه سری شرایط عجیب غریب، مثلا تابستون خیلی گرم میشه، زمستون سرد میشه، یخ میزنیم اینجا. اصلا قوه مالله رو دانو شما تمام یه رقی راما تمام قراره جای موجود کات کات کات. این کار سختیه آقا، این آقا این الان این شاهده آقا جعفری، کار سختیه نه؟ خیلی سخت. خلاصه که حواستون باشه، اینجوری هم نیستش، گل و بلبل هم نیست شما رو من برم یه فست فود سیاری چیزی را بندازم و خلاصه میفروشم و حال میکنم و اینا، نه، سختی های خاص خودش رو داره. و به نظر من یعنی اگه من خودم شرایطش رو داشتم و میتونستم مغازه میگرفتم واقعیت تو شرایط من ها. شما یه جا ممکنه یه جایی اصلا دکه خیلی بهتر جواب میده، یعنی خیلی اصلا درآمد، خیلی ها نه، یه سری اصلا درآمد خیلی خوبی دارن از این کار، ولی فرق داره شرایطش و باید جای شلوغ باشه یه همچین چیزی. پس اینجوری هم نیستش که حالا از دور نگاه میکنید منم برم یه دونه بزنم و یه پولی در بیاریم و کاری نداره، تو وقت آزادم میرم و چه میدونم کارمندم، میخوام به بعد از ظهرا برم تو دکو، این چیزا رو بذاری کنار. یعنی نه اینکه نشه، خیلی سخته. باز اگه سوالی راجع به این موضوع دارین بپرسین همینجا، باز من اگه چیزی بود که خواستین و به دردتون خورد بهتون میگم. خیلی چاکرم.